دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت بحران موجود در کشور عراق ناشی از دخالت و همکاری دشمنان غربی و منطقه‌ای ملت عراق و با هدف جلوگیری از تحقق خواست و اراده مردم این کشور است. آقای شمخانی افزود امروز زمانی است که کرد و شیعه و سنی با دفاع از عراق یک پارچه خطر تروریسم و توسعه آن در منطقه را دفع کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد اتحاد عناصر بعثی تکفیری جلوه های غیر قابل باور از تبخش و شقاوت را در معرض نگاه نگران جهانیان قرار داده است. به همین دلیل منطقه با آزمونی سخت روبروست. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار ضمن بیان گزارشی از روند تحولات نظامی، سیاسی و امنیتی در عراق گفت گروهک‌های تروریستی که با اقدامات غیر انسانی و خشن بیرحمانه کشتار مردم بیگناه را برای ایجاد وحشت در پیش گرفتند نه تنها دشمن مشترک همه کشورها، اقوام و مذاهب هستند بلکه تهدیدی بسیار خطرناک برای بشریت به حساب می آیند. نیچروان بارزانی افزود دولت اقلیم کردستان از مجموعه ظرفیت‌های خود برای حفظ انسجام و یکپارچگی عراق استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که وحدت و انسجام کشور عراق دستخوش اقدامات غیر انسانی تروریست‌های بی‌هویت و ضد بشر شود.